کار با مدهای ترسیم. در نرم‌افزار ایلاستریتور میتونیم مشخص کنیم که شیء مورد نظر ما چگونه و در کجا ترسیم بشه. در قسمت انتهایی نوار ابزار در این بخش به ترتیب از سمت چپ مدهای طراحی و ترسیمی رو به این شکل ملاحظه میکنید که اولین گزینه گزینه درونورمال و یا ترسیم عادی هست. گزینه بعدی گزینه درو بیهایند و یا ترسیم در پشت و یا زیر شیء مورد نظر هست و گزینه سوم درو اینساید ترسیم در درون شیء مورد نظر هست. در حالت پیشفرض نرم افزار روی حالت درو نورمال قرار گرفته، یعنی اگر که شما ابتدا با یکی از ابزارهای ترسیم شکل، مثلا من اینجا ابزار رکتنگل رو از این زیر مجموعه انتخاب میکنم و یک شکل مستطیلی و یا شیء مستطیلی رو ترسیم میکنم، چنانچه شما شکل جدید رو در حالت درو نورمال ترسیم کنید، یعنی مثلا شکل بعدی میتونه شکل یک پولیگون باشه که با انتخاب اون از این زیر مجموعه شما میتونید شکل بعدی رو وقتی که ترسیم میکنید بر روی شکل قبلی قرار بدید. یعنی در حالت درو نورمال هر شیء جدیدی که رسم میشه چنانچه روی هم افتادگی داشته باشن این اشکال، مشاهده میکنید که شکل جدید شما در روی بقیه شکل ها قرار میگیره. من رنگ این آبجکت رو تغییر میدم تا بهتر مشخص بشه. مثلا اگر که با استفاده از ابزار الیپس یک شکل دایره ای رو ترسیم کنم که بخشی از اون روی شکل دیگه افتاده باشه، مشاهده میکنید که به این ترتیب در بالای اشکال قرار میگیره. حتی اگر با استفاده از ابزار سلکشن اون رو جابجا کنم طوری که روی پولیگون رو هم بپوشونه، باز مشاهده میکنید که شکل سوم بر روی تمامی اشکال قبلی قرار میگیره. من رنگ این شکل رو تغییر میدم برای اینکه شما بهتر متوجه بشید. پس در حالت درو نورمال شما میتونید اشکال خودتون رو بر روی هم طراحی کنید. حالت بعدی درو بیهایند هست. همونطور که خدمتتون گفتم در این حالت شما شکل جدید رو میتونید به گونه‌ای ترسیم کنید که در زیر شکل طراحی شده قبلی قرار بگیره. به این ترتیب که من ابتدا با استفاده از ابزار رکتنگل شکلی رو ترسیم میکنم، سپس گزینه درو بیهایند رو فعال میکنم. دقت داشته باشید که چه شکل ترسیمی قبلی شما انتخاب باشه و چه نباشه، این مود برای شما به گونه ای عمل خواهد کرد که ترسیم شکل جدید در زیر شکل قبلی انجام خواهد شد. یعنی اگر که الان شکل انتخاب باشه و من مثلا ابزار ستاره رو انتخاب کنم و شکل رو در حالتی ترسیم کنم که مود درو بیهایند برای من فعال باشه، به این ترتیب ملاحظه میکنید که شکل ستاره در زیر شکل مستطیلی شما قرار میگیره. من با ابزار سلکشن کمی شکل رو جابجا میکنم، رنگ ستاره رو تغییر میدم برای اینکه مشخص باشه که شکل در حال حاضر در زیر شکل مستطیلی ترسیم شد. کنترل زد رو میزنم برای لغو عملیات. بیرون کلیک میکنم با استفاده از ابزار سلکشن برای اینکه شکل مستطیلی از حالت انتخاب خارج بشه. در حالی که مود درو بیهایند فعال هست، مثلا با ابزار الیپس یک ریزی و یا یک دایره رو ترسیم میکنم. رنگ زمینه این بیزی رو تغییر میدم. مشاهده میکنید که شکل بیزی که ترسیم شد در زیر شکل مستطیل قرار گرفت. با انتخاب آیتم ها در روی صفحه با استفاده از ابزار سلکشن و زدن کلید دیلیت اونها رو حذف میکنم. حالت سوم حالت درو اینساید هست. ابتدا بایستی موضوع و یا شیء رو ترسیم کنید تا این حالت فعال بشه و حتما در این حالت بایستی موضوع یا شیء ما انتخاب باشه.
من با استفاده از ابزار الیپس یک بیضی رو مجدداً ترسیم می‌کنم. مشاهده می‌کنید در حال حاضر این بیضی انتخابه. چنانچه من با ابزار سلکشن در روی صفحه طراحی یک کلیک چپ کنم و شکل رو از حالت انتخاب خارج کنم، می‌بینید که گزینه دروینگ سایز غیر فعال میشه. برای اینکه مجدداً اون رو فعال کنید، کافی هست یک کلیک بر روی شیء مورد نظر خودتون انجام بدید و می‌بینید که حالا گزینه دروینگ سایز فعال هست. با کلیک کردن بر روی گزینه دروینگ سایز ملاحظه می‌کنید که حالت‌های خط‌چینی به این صورت در اطراف کادر شکل انتخابی شما فعال میشه. که نشون دهنده این هستش که محدوده ترسیمی شما در این محدوده هست. بنابراین اگر که شکل و یا موضوع بعدی شما در این محدوده ترسیم بشه، قابل نمایش خواهد بود. اما اگر از این محدوده خارج بشه، دیگه شما اون رو نخواهید دید. من با استفاده از ابزار استار شکل یک ستاره رو میخوام طراحی کنم. برای اینکه ستاره رو نسبت به نقطه مرکزی این بیضی ترسیم کنم، نشانگر ماوس رو روی مرکز میبرم، با نگه داشتن کلیدهای آلت و شیفت ستاره رو ترسیم میکنم. داخل شکل ستاره رو با یک رنگ زمینه زرد رنگ میزنم. ملاحظه میکنید بخش های از شکل ستاره که در خارج از این محدوده قرار گرفتن بدون رنگ باقی موندن و اگر من با نگه داشتن کلید کنترل و فعال کردن ابزار سلکشن بر روی صفحه آرتبورد یک کلیک کنم و شکل را از حالت انتخاب خارج کنم، اون بخش هایی که در خارج از محدوده قرار گرفتن قابل مشاهده نخواهند بود و شما میبینید که فقط بخشی از شکل که در داخل بیضی ترسیم شده قابل مشاهده هست. بنابراین شما میتونید با استفاده از این سه گزینه مشخص کنید که شیء مورد نظر شما چگونه و در کجا ترسیم بشه. برای گزینه های درو بیهایند و درو اینساید مثال های دیگه ای میزنم. ابتدا با کلیک کردن بر روی گزینه درو نورمال به حالت عادی نرم افزار برمیگردم. میتونید شما با فشردن کلیدهای ترکیبی شیفت و دی بین این حالتها جابجا بشید. من با یک کلیک چپ در حالت عادی قرار میگیرم. اشکال ترسیمی رو با استفاده از ابزار سلکشن انتخاب میکنم و با زدن کلید دیلیت اونها رو حذف میکنم. ابتدا با استفاده از ابزار استار شکل ستاره‌ای رو ترسیم میکنم. ابتدا با استفاده از ابزار استار شکل یک ستاره رو ترسیم میکنم. سپس گزینه درو بیهایند رو برای این ستاره فعال میکنم. به این ترتیب. میتونم برای صفحه آرتبورد کلیک کنم و شکل ستاره رو از حالت انتخاب خارج کنم. خدمتتون گفتم که در مورد گزینه درو بیهایند مهم نیست که شکل انتخاب باشه و یا نباشه. ابزار براش رو بر می دارم. با استفاده از ابزار پینت براش پس دارم خارج از محدوده این ستاره رو رنگ کنم. برای انتخاب براش مورد نظر به پانل براش مراجعه می کنم. از بخش کتابخونه براش ها وارد بخش آرتیستیک می شم و به عنوان مثال آرتیستیک واتر کالر رو انتخاب می کنم. با بزرگ کردن پنل قلموی مورد نظر خودم رو انتخاب میکنم، مثلا واتر کالر استروک 4 این قلمو رو انتخاب میکنم. رنگ مورد نظر رو میتونم هم از طریق پانل سوئچر و هم از نوار کنترل و یا از رنگی که در این قسمت برای فیلتر تعیین شده انتخاب کنم. البته دقت داشته باشید که به دلیل اینکه من از براش دارم استفاده میکنم رنگ فیل معنایی نداره و شما بایستی رنگ استروک رو انتخاب کنید، چون براش ها در واقع خطوط هستند.
که شما بایستی برای اونها رنگ خط مشخص کنید. مثلا من رنگ نارنجی رو از این قسمت انتخاب میکنم و شروع میکنم با ابزار براش به کشیدن. مشاهده میکنید من با اینکه براش رو به داخل شکل هم میکشم، اما در داخل محدوده شکل رنگ آمیزی نمیشه و فقط شما رنگ رو در خارج و یا زیر شکل مشاهده میکنید. من میتونم با استفاده از ضخامت استروک که در اینجا قرار گرفته کمی ضخامت براش رو اضافه کنم. به این ترتیب ملاحظه میکنید با اینکه قلموی من بر روی شکل هم میفته، اما داخل شکل رنگ نمیخوره و فقط در زیر اون رنگ آمیزی انجام میشه. چون همونطور که خدمتتون گفتم گزینه درو بیهایند باعث میشه که اشکال ترسیمی شما در زیر موضوع انتخابی قرار بگیره. با فشردن کلیت های کنترل Z عملیات انجام شده رو لغو میکنم. این بار گزینه درو نورمال رو فعال میکنم. در حالت عادی با انتخاب براش مورد نظر کمی سایز رو افزایش میدم و رنگ استروک رو هم مشخص کردم و شروع میکنم به رنگ آمیزی. در حالت درو نورمال مشاهده میکنید که همونطور که قلم شما حرکت میکنه، در هر جایی که این حرکت انجام میشه اون قسمت رو رنگ آمیزی میکنه. بنابراین در حالت درو نورمال بسته به اینکه قلم شما در کدوم قسمت ها حرکت میکنه کل اون قسمت ها رو رنگ آمیزی خواهد کرد. با فشردن کلیت های کنترل Z عملیات انجام شده رو لغو میکنم. برای فعال کردن گزینه درو اینسای بایستی حتما موضوع انتخاب شده باشه. شکل ستاره رو انتخاب میکنم. در حالی که کادر باندینگ باکس در اطراف اون ظاهر شده، برای مود درو اینسای کلیک چپ میکنم و اون رو فعال میکنم. سپس ابزار پینت براش رو بر میدارم. با انتخاب براش مورد نظر، ضخامت مورد نظر، فقط دقت داشته باشید که زمانی که شکل شما انتخاب هست این ضخامت الان داره اطراف شکل ظاهر میشه. پس برای اینکه این اتفاق نیفته بعد از اینکه مود درو اینسایت رو فعال کردید با نگه داشتن کلید کنترل روی صفحه آرتبورد یک کلیک کنید تا شکل از حالت انتخاب خارج بشه. این کار مشکلی برای مود طراحی درو اینسایت به وجود نخواهد آورد. شما یک بار با انتخاب شکل مود رو فعال میکنید و بعد با یک کلیک بر روی صفحه آرتبورد شکل یا موضوع انتخابی رو از حالت انتخاب خارج میکنید. سپس قلموی مورد نظر رو انتخاب میکنید. من این بار قلمو رو تغییر میدم. مثلا این قلمو رو انتخاب میکنم و رنگ براش خودم رو از طریق تغییر رنگ استروک و یا خط دور عوض میکنم. ضخامت رو کمی زیاد میکنم و شروع میکنم به رنگ آمیزی. مشاهده میکنید که به دلیل اینکه درو اینسایت فعال هست به این ترتیب فقط داخل شکل برای شما رنگ میخوره. با اینکه قلموی من خارج از شکل هم قرار میگیره، اما فقط میتونم با این تکنیک داخل شکل رو رنگ آمیزی کنم. استفاده از مود درو اینسایت برای رنگ آمیزی اشکالی که قرار هست با ابزار پینت براش رنگ آمیزی بشن بسیار کمک کننده خواهد بود. دقت داشته باشید اگر که مود رو تغییر بدید، مثلا به حالت درو نورمال برگردید، فقط داشته باشید مجدداً حالت درو اینسایت رو برای شکل تعریف کنید و مثلا نوع براش رو تغییر بدید و رنگ آمیزی رو عوض کنید. اگر که بعد از اینکه با قلمو داخل شکل خودتون رو یک بار رنگ زده باشید و ابزار سلکشن رو بردارید و بخواید مجددا شکل رو انتخاب کنید، به دلیل اینکه شکل شما حاوی مسیرها و براش‌های زیادی شده، با انتخاب کردن خط دور با استفاده از ابزار سلکشن دیگه مود درو اینسایت برای شما فعال نخواهد شد.
اگر بخواید مود در این سایت براتون فعال بشه، بایستی دقیقاً فقط خط دور برای شما انتخاب بشه. برای این منظور شما بایستی حتماً از ابزار دایرکت سلکشن استفاده کنید. پس اگر که داخل شکل خودتون رو یک بار با استفاده از ابزار پینت براش رنگ‌آمیزی کردید و قصد ویرایش اون رو دارید و می‌خواید مجدداً به مود در این سایت برید، بایستی حتماً انتخاب کادر دور رو با ابزار دایرکت سلکشن انجام بدید. من ابزار دایرکت سلکشن رو انتخاب می‌کنم، بر روی خط دور یک کلیک می‌کنم. به این ترتیب خط دور فقط برای من انتخاب هست و در این حالت می‌بینید که مود در این سایت فعال میشه و شما می‌تونید مجدداً با یک کلیک اون رو انتخاب کنید. و با انتخاب ابزار براش میتونید ضخامت اون رو اگر در نوار کنترل نداشتید از طریق پانل استروک کمی زیاد کنید و مجدد شروع کنید به رنگ‌آمیزی کردن.